الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لا سیما بقیت الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با عرض سلام خدمت شما و همه شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام در هر جای عالم که هستند، برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. بحث و کلام در مورد اسامی حضرت زهرا بود، از جمله اسامی حضرت زهرا صدیقه، یعنی زن راستگو، و به همین معنا صادقه و به همین معنا صدوقه و بعضی به همین معنا معصومه را هم دانستند. معصومه نام مشهور دختر موسی بن جعفر مدفون در شهر مقدس قم می باشد، اما قبل از او معصومه نام جدشون حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد. این نام معصومه، صادقه و صدیقه و صدوقه، این نام‌های زیبا دلالت بر یک مطلب بسیار بزرگی و اون صدق در حضرت زهرا سلام الله علیها دارد. صداقت یک مطلبی است که خواسته فطری بشر می باشد و حتی کسانی که خودشون هم اهل صداقت نیستند و برخلاف فطرت خود در حال حرکتن، اهل دروغ هستند، اونها هم از اینکه کسی به اونها دروغ بگوید و نسبت به ایشان صداقت رو زیر پا بگذارد اصلا خوششون نمیاد. همه دوست دارن صداقت رو، و این معنای صداقت با تمام وجوه او که در قرآن و روایات بیان شده است، ان الله لا يحب الكاذبين، و آیات و روایات دیگه که بر ذم کذب و بر حسن صدق دلالت می کند، به تمام وجوههی و به اتم المصادیق و اکملها در حضرت زهرا سلام الله علیها متجلی می باشد. بی بی صدیقه به معنای کامل بودن. دیگر از اسامی که اسم نسبتاً مشهوری است و در روایات های مختلف به او اشاره شده است، در زیارت نامه ها خیلی زیاد به او اشاره شده است، روایات خیلی فراوانی در این زمینه داریم، و شاید بگوییم بعد از فاطمه و زهرا این نام مشهورترین نام های حضرت زهرا است. و او سیدت النساء العالمین می باشد، سیدت النساء العالمین، و به اختصار گاهی از اوقات فقط از سیده هم اطلاق می شود، از سیده بر حضرت زهرا سلام الله علیها. گاهی گفته می شود در بعض از روایات سیدت و ولد آدم، که اینها با همدیگه تعارضی ندارد که حضرت زهرا سیده زنهای عالم باشند و در عین حال سیده ولد آدم، تمام فرزندان آدم نیز حضرت زهرا سیده ایشان باشد. در روایتی است که در کتاب‌های غیر شیعی دارد که حضرت جبرائیل به حضرت آدم در معرفی حضرت زهرا تحت این عنوان که هاذهی بنت محمد سیدت ولدک، ای فاطمه است دختر محمد سیده ولدتو، الگوی مردها و زنها هر دوتا و هم زنها و هم مردهای عالم به بی بی اقتدا باید بکنن تا نجات پیدا کنن. اما در مورد سیدت النساء العالمین، سیدت النساء العالمین، این عنوان که خیلی زیاد بهش اشاره شده و در کلمات اهل البیت علیهم السلام وجود داره، من بعد یک روایتی از این روایات فراوانی که وجود داره خدمتون عرض میکنم، تا در این روایت هم معنای فارسی این کلمه و این نام رو باش آشنا بشویم و هم از این که این فضیلت بی بی را در این روایت بخوانیم. روایتی است که مرحوم
طبری در دلائل الامامه اش نقل کرده با سند صحیح خودش، دلائل الامامه طبری صفحه 196 این روایت رو ذکر کرده. به غیر از این بزرگوار در کتاب در النویم صفحه 580 آمده و در العدد القویه هم صفحه 58 مرحوم مجلسی و غیر مجلسی هم از این کتاب ها در چند جای بحار الانوار این روایت رو نقل می کنند. روایت این گونه شروع می شود: لما ورد سبی الفرس الى المدینه، وقتی که اسیرهای فارس زبان رو از ایران اووردند برای مدینه. خب می دانید در زمان خلیفه دوم یک حمله ای به ایران شد و یه تعداد زیادی از ایرانی ها رو به عنوان اسیر از ایران بردن به طرف حجاز و وارد شهر پیغمبر شهر مدینه کرد. دارد که وقتی وارد شدن اراد عمر ابن الخطاب بیع النساء، عمر تصمیم گرفت که زنها رو بفروشد، این زنهایی که به اسارت در آمده بودن، و ان یجعل الرجال عبیدا، و مردانشان رو هم به عنوان عبد و برده قرار دهد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، امام مؤمنین، امیر مؤمنین، کسی که دلسوزی او برای همه بشریت می باشد، وارد شدند و فرمودند. فقال امیر المؤمنین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اکرمو کریم کل قوم، پیغمبر فرمود کریم هر قومی رو اکرامش بکنید، احترام بگذارید به یک کسی که در بین یک قومی کریم بوده، حالا به دلایلی به اصطلاح زیر دست شما قرار گرفته، اینا احترامش بگذارید، رهاش نکنید. فقال عمر قد سمعت، عمر گفت بله من اینو شنیده بودم، یقول اذا اتاکم کریم قوم فکرموه و ان خالفکم. عمر یه چیزی هم اضافه کرد، گفت من شنیدم که پیغمبر فرمود کریم یک قومی را اکرام بکنید اگرچه از جهت اعتقاد با شما منافات داشته باشند، مخالف شما باشند. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام هؤلاء قوم قد القوا الیکم السلم و رغبوا فی الاسلام. حضرت فرمود کریمن، امیر المؤمنین فرمود اینها، این ایرانیایی که گرفتید آوردید اینجا، اینها کریم هستن اولا، و بعدم به خواست خودشون به سوی شما آمده اند و سلم شما شده اند. و رغبوا فی الاسلام، رغبت در اسلام پیدا کردند. و لابد ان یکون فیهم، و لابد ان یکون لی فیهم ذریه. این گونه خدا قرار داده است، چاره ای و گریزی نیست از این که نسل من در بین این، از این به اصطلاح کریم هایی که اینجا آمدن، از این اسیرهایی که اینجا آمدن، نسل من در بین اینها قرار داده شود و ذریه من، بچه های من از بعضی از اینها بخوان به وجود بیان. و انا خبر از غیبی میدهند که حالا توضیح میدهد روایت شریف، که حضرت امام سجاد علیه السلام که مادرشون شهربانو، بله همسر امام حسین، نسل امیرالمؤمنین از او ادامه پیدا کرد. حضرت فرمود که و انا اشهد الله و انا اشهد الله، من خدا را شاهد میگیرم، و اشهدکم، و ای کسانی که اینجا هستید، ای مهاجرین و انصار، شما را نیز شاهد میگیرم، انی قد اعتقت نصیبی منهم لوجه الله، من در راه خدا اون نصیب خودم را، اون قسمت خودم را، بالاخره از این اسیرها یه دونشون به من میرسه، هر مقداری که از اینها به من رسید، من در راه خدا او را آزاد کردم، فدای کرمت یا امیرالمؤمنین، تو کریم کریمها هستی، نجات دادی، من نمیتونم اینها را به عنوان اسیر باشون رفتار بکنم، اینها خودشون به طرف اسلام آمدن، اگر به زور هرگز نمیتوانید این قوم را مسلمان کنید. ف
فقال جمیع بنی هاشم، امیر المومن که این کلام را فرمود، تمام بنی هاشم گفتند قد وهبنا حقنا ایزن، ما هم حقمون رو بخشیدیم به توی امیر المومنین علی علیه السلام. فقال، امیر المومن دوباره فرمود، اللهم، امیر المومنین دوباره فرمود، اللهم انی، اللهم اشهد انی قد اعتقت ما وهبوا لی و لوجه الله، هر مقداری که بنی هاشم از سهم خودشون به من عطا کردن، من او را در راه خدا آزاد کردم. بنی هاشم هم طایفه نسبتاً بزرگی، نصیبشون از این اسرا زیاد می شد، امیر المؤمنین همه را در راه خدا آزاد کرد. فقال المهاجرون والانصار، به تبع از بنی هاشم تمام مهاجرین و انصار همشون گفتن وقد وهبنا حقنا لك یا اخا رسول الله، ما تمام حقمون رو نسبت به این جمعیت اسرا به تو بخشیدیم. امیر المؤمنین فرمود اللهم اشهد انهم قد وهبوا لي حقهم، خدایا تو شاهد باش که ایشان حقشان رو به من بخشیدن. و قبلته، منم هم این هبه ایشان رو پذیرفتم. و اشهد و اشهد که انی قد اعتقتهم لوجه الله، و من خدایا تو را شاهد میگیرم که همه شون رو در راه خدا آزاد کردم. فقط خلیفه خودش مونده با سهم خودش، یک نفره با سهم خودش مونده، چیکار کنه؟ فقال عمر لمن نقضت علی عزمی فی العجائم، به امیر المومنین گفت برای چی اون رفتاری که من میخواستم با این عجائم داشته باشم، با این ایرانی ها داشته باشم، رو سست کردی، از بین بردی، با این کارت نگذاشتی اون چه که من میخواهم با اینها داشته باشم، رفتاری که با اینها داشته باشم و داشته باشم. فقال عمر لمن نقضت علی عزمی فی الاعاجم و من الذی رقبک عن رأیی، چه چیز باعث شد که مرا از رأی خودم برگردانی و با رأی من مخالفت کنی؟ فاعاد علیه ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اکرام الکرما، حضرت همون کلام پیغمبر رو که با که از پیغمبر بود در مورد اینکه چگونه با کریم قوم رفتار بکنید دوباره تکرار کرد. اینا کریمن، اینا انسان‌های معمولی نیستن، اینها رو باید با خوبی با ایشان رفتار کرد. امیرالمومنین دوباره همون کلام رو تکرار کرد. فقال عمر، گفت قد وهبت لله ولك يا ابا الحسن، من هم سهم خودم رو به تو و به خدا بخشیدم ای ابا الحسن. بعد فقال امیر المؤمنین اللهم اشهد على ما قالوا، خدایا تو شهادت بده بر اون چیزی که اینها میگویند. و على عتقی ایاهم، هم حرفی که اینها زدند رو خدایا تو شاهد باش، همین که من همه اینها رو در راه تو ای خدا آزاد کردم، در قیامت شهادت بده، در دنیا خدایا من اینها رو در راه تو آزاد کردم. در ادامه روایت می فرماید که فرق و جماعت من قریش فی ان یستنکحوا النساء، وقتی دیگه صحبت از کنیز بودن و برده بودن تموم شد، خب یک سری از قریش گفتن که ما با می خواهیم اراده کرده ایم که با بعض از این زنهایی که به عنوان اسیر آمدند و الان در راه خدا آزاد هستند ازدواج کنیم. فقال امیر المومنین علیه السلام هن لا یکرهن علی ذلک، حضرت فرمود اجبارشون نمیتونید بکنید، قرار ازدواج بکنن به خواسته خودشون، ولکن یخیرن مخترنه، بله لکن یخیرن، یعنی فرمودن که اینها اختیار بهشون داده میشود، مخترنه عمل به، هر کسی و هر
حالتی رو که اینها اختیار کردن باید به او عمل بشود. اگر ازدواج را خواستن خب ازدواج، نخواستن نه، نباید به زور ایشان را مجبور به ازدواج کنید. قربون امیر المومنین که با اسیر این گونه رفتار کرده. فاشار جماعتون الى شهر بانوی بنت کسرا، یه عده‌ای پیش خودشون اشاره کردن به حضرت شهربانو دختر کسرا و قصد کردن که با او ازدواج کنن. فخیرت و خوطبت من وراء الحجاب، از پشت پرده حضرت شهربانو خواستگاری شد و یه عده‌ای گفتن ما قصد ازدواج و خواستگاری از بیبی حضرت شهربانو رو داریم. و الجمع حضورن، جمعی جمع شده بودن. فقیل لها من تختارین من خطابک، یعنی بگو ببینیم تو چه کسی را از بین این کسانی که از تو خواستگاری کردن، از خواستگاران چه کسی رو انتخاب میکنی؟ و هل انت من من تریدین بعلن، اصلا میخوای ازدواج بکنی یا نه؟ فسکتت، ساکت شد. فقال، یعنی حرف نزد بیبی شهربانو، جوابی ندادن. فقال امیر المؤمنین قد ارادت و بقی الاختیار، ازدواج رو اختیار کرده، میخواد ازدواج بکنه، اما حالا کیا اختیار بکنه این باقی مونده، اصل ازدواج رو پذیرفته، ولیکن چه کسی رو اختیار کند؟ فقال عمر ما علمک به ارادت هل بعل، تو از کجا، و عمر به امیرالمومنین عرض کرد تو از کجا میدانی که او از اراده ازدواج کرده؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا اتته کریمت قوم لا ولی لها وقد خطبت یأمر ان یقال لها انت راضی بالبعل فان استحییت و سکتت جعل اذنها سماتها و جعل اذنها سماتها و امر به تزویجها و ان قالت لا لم یکرهها علی ما تختاره. حضرت فرمود این وجود مقدس و نازنین پیغمبر است که این روشش بوده، این سیرش بوده، این سنتش بوده. امیرالمومنین فرمود پیغمبر بود که وقتی که کریم یک قوم دخترش می اومد، یعنی دختر یک انسان کریم، دختر یک انسان دارای یک مقام، مثل دختر یک پادشاهی، دختر رئیس یک قبیله می آوردن به عنوان اسیر برای پیغمبر، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او می گفتن یا دستور می دادن که به او گفته شود آیا راضی هستی به ازدواج؟ اگر ساکت می شد یعنی راضی هستم، و اگر می گفت نه، پیغمبر او رو بر این امر مکروه، به اصطلاح اکراه نمی داشتن. مخصوصا زمانی که دختر ایرانی باشد که دارای عجاب و عفاف آنچنانی که در تاریخ نوشتن که زنها و دختران ایرانی حجاب و عفاف و وقار و حیاء عجیبی داشتن، حیا می کند این دختر بگوید بله، این دختر کلامی نمی گوید اما سکوتها رضاها، اصل ازدواج را پذیرفته، اما چه کسی را انتخاب کند؟ بعد رو کرد به حضرت شهربانو و فرمود چه کسی را انتخاب می کنی؟ فأومأت بیدها و اختارت الحسین ابن علی، اشاره کردن بی بی دو عالممون به حضرت امام حسین علیه السلام. او وقار آنچنانی بی بی حضرت شهربانو و حیاشون اجازه ندن تکلم بکنن بگوین حسین، فقط اشاره کردن فرمودن این یعنی امام حسین علیه السلام. فاعید القول علیها، اعاده شد کلام بر او، یعنی دوباره کلام رو تکرار کردن، گفتن چه کسی رو میخواهی، با چه کسی قصد ازدواج داری؟ حالا اینجا نگفت امیرالمومنین اعاده کرد، اعیده، یه عده دیگه این کلام رو بر حضرت شهربانو القا کردن که وجود مقدسش دوباره بگوید. شاید خواستن حضرت رو منصرف بکنن، شاید حسادت بوده، میدیدن دختر شاه ایران میخواهد به ازدواج پسر امیرالمومنین علی علیه السلام درآید، لذا دوباره گفتن. فاعید القول علیها فی التخیر فاشارت بیدها، و اشاره کرد با دستش، دوباره حضرت شهربانو جواب دادن و با دستشون اشاره کردن، فرمودن هاذا ان کنت مخیره، یعنی این را من میخواهم اگر اختیار با منه.
اینجا در بعضی از روایات داره که حضرت شهربانو از این حالت عرب‌ها عصبانی شدن، وجود مقدسشون، و جد خودشون یعنی خسرو پرویز رو لعن کردن، با یه بیانی شتم کردن که اگه او نامه پیغمبر پاره نکرده بود ما به چنین وضعی گرفتار نمی شدیم. که بعد داره که خلیفه دوم که از زبان فارسی چیزی نمی دانست، شهربانو رو قصد حتی زدنش رو داشت، میخواست بزنه بی بی شهربانو. امیرالمومنین فرمود کاری به کار شما نداره، به عربها کاری ندارد. او جد خودش را میگوید. علی حال حضرت شهربانو فرمود اگر اختیار با من است من این رو انتخاب میکنم. و جعلت امیرالمومنین ولیها، و امیرالمومنین رو ولی خودش قرار داد. خوش به حال اون عروسی که امیرالمومنین از طرف او وکالت خوندن خطبه عقد را داشته باشه، ولی خودش رو امیرالمومنین قرار داد. فدای تو یا امیرالمومنین. و تکلم حذیفه بالخطبه، بعد به خطبه خواند حذیفه. فقال امیرالمومنین ما اسمک، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ما اسمک. اینجا داره که حضرت امیرالمؤمنین فرمود نامت چیست؟ به زبان فارسی با شهربانو صحبت کردن، فرمودن نامت چیست؟ نوشته به عربی یعنی ما اسمک، به عربی یعنی فارسیه رو به عربی برگردونده. میگه امیرالمؤمنین گفت یعنی اسمت چیه؟ فقالت شاه زنان. جان کلام من و جان اون روایت اینجاست که مربوط به بحث ما و نامهای حضرت زهراست. حضرت شهربانو عرض کرد اسم من شاه زنان می باشد. شاه زنان یعنی چی؟ یعنی سیدت النساء، یعنی برترین زنها. شاه زنان یعنی اون زنی که دیگه بالاتر از اون زن وجود ندارد. امیرالمومنین گفت اسمت چیه؟ گفت شاه زنان یعنی سیدت النساء. و امیرالمؤمنین چه فرمود؟ فقال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود نه، شاه زنان نیست مگر دخت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الله اکبر، فدای کلامت یا امیرالمؤمنین. قربونت که فارسی هم مثل عربی در حد اعلای فصاحت و بلاغت خودش صحبت میکنی. فرمود نه، شاه زنان که همون سیدت النساء باشد کسی نیست، زنی نیست در عالم مگر دختر محمد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینجا مطلب دارد قوغا. نگاه کنید چند سال از شهادت حضرت زهرا میگذرد، اما باز امیرالمؤمنین به خودشون اجازه نمیدهند در اون موقعیت حساس که چشم دوست و دشمن به رفتار امیرالمؤمنین و کلام علی و کلام امام حسین و کلام شهربانو، اجازه نمیدهند که غیر از حضرت زهرا شاه زنان و شاه بانوان و سیدت النسوان باشد. لذا فرمود نه، شاه زنان نیست مگر دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انت بعد حضرت امیرالمؤمنین نام حضرت شهربانو رو تغییر دادن، فرمودن بل انت شهربانوی. این کلام هم کلام فارسیه. امیرالمؤمنین آقاست، مولاست، به زبان تمام انسانها، به لغت و لهجه تمام آدم ها علم بی حد و حصر دارن. گاهی از اوقات بهتر از خود هر انسانی زبانشو میشناسه. بابا انسان ها چیه؟ اینها امام بر جن و انس میباشن، زبان حیوانات رو هم میدانن. مگر این حضرت سلیمان نیست که در موردش قرآن میفرماید که علمنا منطق الطیر، ما منطق و گویش پرندگان رو هم بلدیم. علم پیغمبران قبلی در امیرالمؤمنین و بیشتر از او در امیرالمؤمنین قرار داشته. فرمود تو شهربانوی هستی. شهربانوی یعنی چی؟ یعنی بانوی شهر. یعنی شهر مدینه یک بانو دارد، اون هم تو حضرت شهربانوی هستی، همسر امام حسین، مادر امام سجاد علیه الصلاه و السلام. لذا شد شهربانوی، یعنی کل، عرض می کنم که
کل زنهای عالم من الاولین الى الاخرین یک سیده دارن. شاه زن همه زنهای عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است، فی کل مکانن و فی کل زمانن، ولیکن در بعضی از زمانها و در بعضی از مکانها شاید بعضی از افراد، بعضی از زنها سیده نساء زمان خودش یا مکان خودش باشه. مریم سیدت و نساء زمان خودش بود، شاه زنان زمان خودش بود، اما حضرت شهربانو شاه بانوی زنان مدینه، شهر مدینه بودند. اما وجود مقدس و نازنین حضرت زهرا سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین الى یوم الدین، حضرت زهرا سیدت نساء عالمین از اولین زن که حوا باشد تا آخرین زنی که بر روی زمین قرار میگیرد و تا روز قیامت کسی برتر از او در عالم خدا قرار نمیدهد. به حق سیدت النساء که عرض کردم نه فقط سیدت النساء بلکه سیده ولد آدم می باشد، خدا نجات دهنده فرزندان آدم، فرزند برومندشان حضرت مهدی علیه السلام رو هرچه زودتر فرجش رو نزدیک بفرماید، عالم رو با دست با کفایتش پر از عدل و داد بفرماید و ما رو جز اصحاب یاران اون حضرت قرار بده، خدا سالهای غیبتش رو به ثانیه تبدیل بفرماید و به پهلوی بشکسته مادرشون و به حق حضرت شهربانو که این شهربانو هم جده حضرت امام زمان علیه السلام و افتخار همه ایرانی هاست، خدا انشالله در فرجش تعجیل بفرماید و وجود مقدس و نازنینش رو از بلاهای ارضی و سماوی حفظ بفرماید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.